خب یه قدم مهم رو رفتیم جلو داکرایزش کردیم نه میتونیم دیپلویش کنیم ولی فعلا بی خیال داکرایز میشیم در واقع فعلا برمیگردیم به برنامه‌نویسی اصلیمون دو تا چیز مهممون مونده بود فقط استراکچر پروژمون الان این شکلی شد وی ام که داشتیم ریکوایرمنت تی رو درست کردیم و یه دایرکتوری اپ شد که در واقع تیکه اصلی برنامه ما اینجاست خب گیت uh, استاتوس هم بزنیم نکته که الان جابجا شدن ببینیم میگه مودیفاید شده ریدمی دیلیت شده اپ دیلیت شده پی و اینها هم اضافه شدن پس من در واقع تو این فرم جدید اون فایل اکسل اینو که نمیخوایم ما داکر فایل رو ولی میخوایم پس من میگم که وی آی بذار موو کنم این سی 60 رو که اکسل اصلی است که دانلودش کردم ببینیم چه جوری کار میکنه به یکی بالاتر خب استاتوس اینه پس من میزنم git add dash a data xlsx هم میذارم توش باشه که یه خورده مرتب تر بشه در واقع یعنی اگه یکی سمپل رو دانلود کرد تو اون یه چیز بهتری ببینه نمیدونم این کار خوبیه یا نه آره بعد نیست سمپلش باشه دیگه خب git status git commit-m docker git lock در واقع من اینجا کردم اینجا ریکوایرمنت رو آوردم و غیره و غیره حالا بیاین یه کار مهم بکنیم کار اصلی ماجرا XLS رو بتونن آپلود کنن که ادمین بتونه لاگین کنه و آپلود کنه اد... لاگین رو که نوشته بودیم خب بیاین ببینیم باید چی کار کنیم مطمئنا باید براوزر باز کنیم من چنین چیزی رو حفظ نیستم مطمئنم منتظر یه تلفون هم هستم چیکار می‌کنیم بذاریم براوزرم من بیارم به راحتی سرچ میکنیم فلاسک آپلود فایل حتما داکیومنت خودش توضیحات مبسوط داده آپلودینگ فایلز توی فلاسک همین بهترینه تو داکیومنت خودش جنتل اینترودکشن آروم و بدون زور خب میگه او ایمپورت کنین از فلاسک فلاسک و فلش و فلاش. چی میخواد فلاش میتونه یه پیغام مانند بده فکر کنم اه فلاسک فلش بذاریم چی میکنه message flashing message flashing good applications and user interfaces are all about feedback if the user does not get enough feedback و فلان و فلان ما فیلن اینو بیخیاد میشیم ولی میتونه فلش بفرسته احتمالا مثلا میگه اینجا کلاس فلش message رو بفرست من فعلا اینو بی خیال میشم پس فلاسکو میاره ریکوست ریدایرکت ما هم رو داریم در واقع فعلا ما هیچی ای نمیخوایم این چیز خیلی بامزه یعنی یارو یه کتابونه داره با این اسم ورکزیوکش که به اسم سیکور فایل نیم که عادت خوبیه ازش استفاده کنید تو پایتون فایل که آپلود میکنین این چک میکنه که اسم فایلتون سیکور باشه حالا میتونن میتونم فایل های بسیار عجیبی رو آپلود کنن فرض کنین یه آدم بدجنسی شما فایل آپلود گذاشتین و طرف میاد اسم فایلی که آپلود میکنه است دو نقطه دو نقطه پس ETC پس یو دی در واقع اون جایی که لینوکس پسورداشو مینویسه اسم فایلش تو سیستم عامل خودش ولیده ولی وقتی شما اینو مینویسین رو دیسک میره روی پس WD مینویسه اگر به اندازه کافی اینجا داشته باشین و پرمیشن داشته باشین این کتابخونه فقط این رو چک میکنه خیلی هم مرسومه توی حداقل همه داکیومنت های فلسکی بهش اشاره میکنن. خب چون داکیومنت اصلیه من با همین میرم جلو میگه یه چنین چیزایی رو اضافه کنین که چی بود؟ یه آپلود فولدر بود و یه الاوت extensions بود من میتونم اینا رو از توی کانفیگم در نهایت بخونم ولی میتونم اینجا هم بیارمشون ببینیم من میگم که آپلود فولدرم توی slash تمپ که همیشه تو لینوکس جای خوبیه و تنها اکستنشن مجاز هم این باشه ولی بعدا اینا رو میبرم توی فایل دیگه ای اینا رو در واقع میارم توی مساوی کانفیگ اپلود فولدر و الود اکستنشن هم هست مساوی کانفیگ الود اکستنشنز اوکی من حالا توی کانفیگم میرم اینو اضافه میکنم توی کانفیگ سمپل پی واي این رو میذارم اینها رو میذارم در واقع اینجا هم یه کامنت میذارم Do not change below unless you know what you are doing در واقع جز ولی اینو میذارم اینجا یه فیگور جدیدی یاد گرفتم اونم اینه که سفر رو برای شما سیکرت روزی چیکار کردم فیگور جدیدم بود تو او میتونم سفر رو سیکرت کنم یه کاری انجام بدم برگردم که دیگه مجبور نباشیم اون کارهای مسخره سابق رو بکنیم خب پس کانفیگ فلان رو هم ور میدارم الان تو مین پی وای من اون دوتا کانفیگ رو اووردم اوکیه؟ بریم بالا نه بالا نریم بریم تو اون یکی پنجره ببینیم چی شده میگم که اپ مساوی فلاسک آپلود فولدر من یه کانفیگ اینجا اضافه کردم با اون مدلی که قبلا اضافه کرده فرق داره ولی اشکال نداره ما استاندارد نگرش میدیم بعد میگه که یه دایرکتوری دارم به اسم الاوت یه فانکشن دارم به اسم الاوت فانکشنز که میگه که ریترن کن این تو فایل نیم آره دیگه نگاه میکنه آخرش آیا اون اکستنشنی که ما گفته بودیم هست یا نه این رو هم استاندارد میذارم اینجا و واسه خودش زندگی کنه چرا دو تا از اینا داره با مزه داکیومنتش دو تا از گذاشته دو تا رفته جلو با نمک آها برای اینکه این چیز گذاشته درسته نرفته در واقع اینه او 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 ببینید چیکار میکنه میگه تو روت اینم متدای پست و گت رو قبول میکنه منطقیه دیگه پست رو برای آپلود میخواد گت رو برای مواقع معمولی میگه اگه ریکوست پست بود چک کن که اگر توی ریکوست دیتایی که اومده تو فایلاش فایل وجود داشت آره دیگه اگر نبود در واقع فلش کن نو فایل پارت در غیر این صورت این کارو بکن در غیر این صورت اگر در واقع فایل وجود داشت فایل رو برابر بده با در واقع توی این شکلی میشه دیگه توی ریکوست که می اومد قبلا هم نگاش میکردیم یه بخش فایل وجود داره میگه اگه اون بود مقدار فایلش رو برابر بده با اینکه در واقع دیتایی که اومده اگر فایل نیمش هیچی نبود بگیم فایلی رو سلکت نکردی اگر فایل وجود داشت و allowed فایل نیم هم بود فایل نیم رو برابر این قرار بده سکیور کن اسم فایلش رو همون بحثی که بالا داشتیم اضافیاش رو حذف کن و بعد سیوش کن در اسپت این و بعد ریترن کن آدرسش رو تا اینجا شما میخوایم خیلی بی درد سر و قشنگ شد ما اسم فانکشن خودمون رو چون داریم ورش نمیداریم فقط من میگم قبلا تو هومم هم هر وقت می اومدیم چی میگفتیم؟ میگفتیم سلام الان که تو هوم میایم میاییم میگیم میکیم و اینم یک میبرم عقب متود هم اینه چیزی هم کپی پیست اضافی بود مهم نیست اوه تو گیت قبلی پوشش کرده بودیم حالا مهم نیستش چی شد؟ آن تو اینجا گذاشتم من. خب میگم تو رود هم, هم اینه در واقع کامیت قبلیمون کار نمیکنه اینو میتونیم امند کنیم به اون که بعدم نیست ببینیم چی میشه میگه اگر پست بود شده چون قاطی شد در صورتی که پست بود این کار رو بکن درسته؟ آها در غیر این صورت آنچه بود این بود چه نبود در واقع این کار رو بکن منطقیه دیگه یه فرم نشون میده برای لاگین در واقع میگه اگر پست بود این کار رو بکن فرم لاگین رو هم که همیشه نشون میده تئوریک باید بعضمون بد نباشه آها من اینجا الان فایل رو سیف کردم بذارین چون اینو زیاد استفاده میکنم این رو وردارم و بگم فایل پت مساوی این میاد از او یه پت میکنه درست میکنه آپلود فولدر من که اسلش تمپ بود و با فایل نیم به هم میچسبونه پس میگم اینو سیوش کن توی فایل پت بعد ما یه فانکشنی داشتیم به اسم import database from excel که فایل پت رو در واقع بهش میدادیم و ایمپورتش میکرد تا اینجا بدک نیست من میتونم یه کار باحال دیگه هم بکنم OS ریمووش کنم که این فایل رو پاک میکنه بعدش که بعدا هم فایل تو سیستم نمونه چون ما نمیخوایم فایل تو سیستم باشه فقط دیتابیسمون رو میخوایم باشه پس این میشه اینجا درسته به نظرم همه چیز مرتب شد خیلی هم سر راست و بی درد سر فقط این یک کمی زشته یعنی در واقع بعدا باید یه بخش تمپلیت بذاریم اینا رو یه خورده خوشگل تر کنیم بذاریم ببینیم چی میشه پایتون چود اسمش undefined import undefined import undefined variable os os رو ایمپورت نکردم flask flash آها flash هم بذاریم flash هم ایمپورت کنم uh, flash و ایمپورت os که از منطقیه اینایی که استاندارده رو ما ببریم بالاتر در واقع اون بالای بالا بذاریم تا تو امتیاز پی وای همون میره بالا پی وای لیند توی اپ مین این و و شیش و هفته نه بد نیست doesn't conform to the case دی اف من کجا استفاده کردم خط دی ویست شیش دی ویست شیش. دی اف فلان هم hmm. ازش نمیکنیم. خب بعد هم با دلیل یه بار دقیقتر نگاه کنیم الان بهتر شد from flask login میگه اینو پیدا نمیکنم، ولی قبلا که کار میکرد حالا میریم اینجا و میزنیم که پایتون توی اپ مین پی وای رو ران کن ارور نداد که خودش خیلی تو این همه برنامه که نوشتیم میگم به لوکال هاست پنج هزار وست بشو اوه اوه بروز هم آورد واسه اینکه مطمئن میشم درست کار میکنه اول لاگ آوت میکنم حالا اگه بگم به پنج هزار وست بشو میبینیم که اینجوری میشه پس من باید بزنم جادی و پس الان وصل شد حالا من میتونم براوز کنم برای اینکه مطمئن بشم که حالا کار میکنه میتونم حالا یه بار اصولا اسموک رو تستش کنیم ببینیم کار میکنه یا نه دیتا آپلود. چیزی شد حداقل ارور حادی نداد ظاهرا که بد نیست من میتونم برای اینکه مطمئن بشم درست کار میکنه یا نه برم توی سی دی دبلیو اس ام اس اس ام اس اینجا میساخت دیگه درسته LTR چی اون SQLite که ساخته پس من بگم SQLite Data SQLite با. SQLite است. خب و اینجا بگم ای بابا Tables و بگم سلکت کن هرچی From مثلا سریالز در واقع بگم Select کن Count هرچی هست تمام سریال برام برم بهشون چند دارم خب الان اینقدر دارم میتونم بگم آ. دراپ کنم اصلا تیبلو. ترانکیت هم داره؟ ترانکیت سریلز. ترانکیت لابو تیبل سریلز. دراپ تیبل سریلز. حالا اگه بزنم سلکت کن هر چی رو از این اینجوری میشه همچنین میتونم بگم insert into invalid دارم عوضش میکنم که اپلود هم درست کار میکنه یا نه insert into invalids چی رو؟ uh, values test یکم گفته بود که خیلی خوبه که اینو در واقع ننویسیم values در واقع بنویسیم چیا رو کجا بذار برای اینکه اگه بعدا اسکیما مون هم عوض به مشکل بر نخوریم که حرفه. درستی از نظر فنی که کاملا هستش ولی وقتی شما فریلنسرین کاری کمتری میکنیم ولی حالا چون داریم ویدیو درست میکنیم اونم اضافه میکنه ولی حالا بعدا اگه یادم بود میتونم اینجا بنویسم که یادم بمونه read me to do do proper inserts with into خب الان چی شد select هر select count هر چی from invalids این شده سه تا چون هم یه تست سیرم بذارم توش شد چهار تا اون تیبل هم که اصلا نداریم پس من اگر برم اینجا یه بار دیگه براوز کنم و بگم که دیتا رو انتخاب کن و آپلود کن انتظار دارم که اینجا درست شده باشه آره این شد دو تا select هرچی from سریالز هم می‌بینید درست شده در واقع ایمپورت کرده اینمون هم درسته خیلی وضعمون بهتر شده در واقع الان انتظار میره پروژه کار کنه ولی این دیگه خیلی زشته بذارید حداقل دو تا چیزی که برمیگردونیم و اینجا نشون بدیم البته من اینجا چجوری میتونم برگردونم به این چون ببینید الان میاد توی پست این اتفاق میفته و بعد اینا نشون میدم این اینجوری بود این خیلی عجیبه این بعد ریدایرکت کنه دوباره به این چون خیلی اصلا کار جالبی نیستش که من تو پستم اینجوری نشون بدم اما اینو حذف کردم شرمنده تونم آره چون که در واقع چیزش میکرد من ریدایرکت میکنم دوباره به صفحه اول الان کار میکنه ولی این به نظرم منطقی تره من دیگه کار پستم رو نکنم بعد سفر نشون بدم در واقع برگردم دوباره صفحه اول این تمیزتره به نظر من من میخوام در واقع یادتونه این ایمپورته میزد که روز چند تا سریال درست کرده و فیلرز اینا رو برمیگردون وقتی که تابم رو نوشته بودم ببینین returns to integers number of serial rows and number of invalid rows این دو تا رو برمیگردم من میخوام اینا رو نشون بدم ولی properly نمیدونم چجوری میتونم دیتا منتقل کنم میخوام در واقع اینو برگردونم دفعه بعد که صفحه لود میشه جایی نشون بدم چون اینو در آینده خواهم خواست که این متغیر رو در جاهای مختلف یه جور مسیجی رد و بدل کنم میتونم فعلا ماجرا رو بپیچونم کلا بریزمش تو سشن لاگینم ولی اگر کسی روش درستش رو بلد بود بهم بگه بعدا هم حالا سرچ میکنم الان دیگه ندارم من میتونم توی سشن یه چیزی بنویسم مثلا بگم فرمت استرینگ کن imported. روز rows of serial and failures rows of failure در واقع. این الان یه پله تمیزتر شد SMS بذار بینم با من بود دوستم قرار برم یه چیزی بیاره مجبورم که چکش کنم نه خب من میتونم این رو بذارم توی این فرم و در واقع به شکل سشن براوزری بدم به بعدی خیلی کار تمیزی نیست ولی اشکال نداره من میتونم وقتی برمیگرده بگم اینفو تکستی که داشتی مساوی از سشن گت کن یا اینفو رو اگه هیچی نبود نان رو که در حالت عادی هم ارور نده این گت خیلی چی شد این گت خیلی گت تمیزیه دیگه و بعد بگم ریترن کن این رو و با توجه به های قویه HTML ایم اینجا هم بگم H3 اینفو رو ببخشید اینفو رو نشون بده اون دو تایی مال یه چیز دیگه است که بعدا رفتیم تمپلیت ها خواهیم دیدش در میتونم اینجا یه دیتایی هم منتقل کنم حتی مثلا اینجا که میگو فلش من میتونستم همین کار رو بکنم یعنی بگم سشن اینفو یه دقیقا چه جوری کار میکنه ولی بعدا میبینیمش یه فرمت سترینگ نو selected file سلاشه دیگه ای نمی کنه ایناش بگم session info مساویه مسیجش میکنم الان no file part اینو می کنم مسیج که همیشه دیگه همین رو نشون بدم توی همه ای تمپلیت هم این هر وقت طرف صفحه اول هستش این رو میبینه خب بیام اینم بکنم مسیج و بیام بگم این یه فرمت استرینگ میخوام در واقع یه چیزی رو دست به دست کنم خیلی از روش خوبی نیست ولی در این لحظه مشکل ما رو حل میکنه با مهارت های قوی HTML این بگم مسیج رو اینجا نشون بده بخشی باید این یکی یک باشه مدل دوتاییش رو بعدا تو تمپلیت بهتون نشون میدم تنها اشکالی اینه که الان این به شکل کوکی میمونه در نشون من هر دفعه باید اول این رو خالی کنم یا یه همچین چیزی حالا بعدا این رو نگاه میکنیم که شیوه بهترش چیه این هم مسیجه خب این در واقع تمیز تر شد الان احتمالاً بعد درست باشه اگه من دوباره بیام این صفحه دقیقا نان رو نشون میده که هیچ مسیج خاصی نداریم اگه بزنم آپلود میگه نو فایل سلکت اگه بیام یه فایل سلکت کنم مثلا دیتا و آپلودش کنم میگه این امپورت 3 روز اف سریال اند 2 روز اف فیلر مشکلش چیه اینو پاکش نمیکنه در این صفحه من بیام اینجا این دوباره هستش یه ایده اینه که بیام حذفش کنم در واقع یعنی بگم وقتی که این رو خوندی مسیج رو بعد بیا سشن مسیج رو برابر هیچی قرار بده اینم میتونم به جای نان بکنم هیچی که پیچیدگیش کم بشه خب الان شاید احتمالا بهتر شد اگه بیام اینجا چی شد سشن مسیج جو برابر هیچی قرار بده چرا کرش کرد بدبخت آها یه زمانی خراب شده بود خب توی وی اسکور اگه اسو سلیکت کنین گیومه بزنین دو میذاره خب، الان اگه بزنم در واقع حذف میشه اون بی خودی توش نمیمونه اگه آپلود و کی بزنم این میشه ولی اگه دوباره بیام تو این صفحه اون در واقع حذف شده سشن ها رو هر دفعه حذفش میکنم این روش خوبی نیست احتمالاً روش درستری داره هر چند که حالا بعد بریم سراغ تمپلیتینگمون اصولا اون این رو اونجا حل می کنیم ولی الان تمام فانکشنالیتی درسته فقط به شکل تجربی ما اومده بودیم دیتا مون رو اینسرت میکردیم وقتی هر دفعه می اومد بالا این رو میتونیم فعلا حذف کنیم شما نمیخوایم دیتا بیس رو دیفالت آپلود کنیم در حالی الان که سرویس بیاد بالا هیچی نشون نمیده اینجا میتونیم چند تا خوشگلم اضافه کنیم که مثلا من چند تا دیتا دارم و این جور چیزا ولی اون رو میریم بعدا سراغه صفحه اول که میاد الان اینه اگه من آپلود کنم این میشه اگه اینجا رو بزنم این میشه اگه براوز کنم و دیتا رو سلکت کنم این میشه و خب این فایلم که امیدوارم حذف بشه lsltrh temp هرچی هست xlsx میبینی که حذف شده فایلم اینجا نیستش در نتیجه من الان در واقع همه فانکشنالیتیم رو نوشتم و منطقا سیستم باید درست کار کنه حالا میتونیم بیشتر تستش کنیم ولی فعلا قبولش میکنیم چون که قبلیش توی استیتی بود که کار نمیکرد مهم هم نیست واقعا کی میخواد به این پروژه برگرده اینو بریک میکنم گیت کامیت داش داش وضعیت قبلی رو dockerized but not working because of the because of type go to next one اینم بسته خب اینو رایت میکنم حالا می گیت git status git add a اون سه تا عوض شدن خیلی هم خوبه git commit m uh, xlsx upload works اوکی okay. من کاری که باید انجام بدم اگر از این لیست بیام تو proper اوکی تمپلیتینگ فعلا خوبه آره احتمالا بخش زیادی از کارمون باید کار کنه چیزی هم اینجا نداریم فعلا چک کنیم برای اصلاح وضعمون خیلی 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 خوبه تقریبا پروژه تموم شده ولی خوشگل سازی مونده ام کردنش هنوز نمیدونم چیش مونده نمیدونم چک کردن حداقل مونده گذاشتنش تو فندوق مونده هنوز یعنی کار زیاد داره ولی فانکشنالیتی مون پروف اف کانسپت رو الان داریم پروف اف کانسپت گفتم میدیم قسمت بعدی امشب دیگه نخسته شدم خوش و خندون باشین فعلا